خیلی سخته، قرار این سوالا نپرسی. سلام، خیلی مخلصیم. این 11th ولاگ منه. اومدیم اکران خصوصی صحنه زنی تو هتل اسپیناس پالاس. حتما تا آخر ولاگو ببینید. تصویر بردار الان. بعد چی بگیم الان؟ ببینین فیلم بردار. حالا گفتم در اصل سینما که میاد به هر حال همچنان فیلم بردار درست تره. صحنه زنی راجب یک اتفاق، یک در واقع یک پدیده ای که سالهاست در ایران داره اتفاق میفته. راجب در واقع یک صحنه سازی برای یک اتفاقی که اینا در واقع با این صحنه سازی میرن و پول از بیمه میگیرن. از شروع پیش تولید ما شروع میکنیم راجع به این چیزا صحبت کردن. ما برای پیشبرد قصه، یعنی همه چیز برمیگرده به فیلمنامه و قصه، ما برای اینکه اون فضا رو بتونیم یه ذره تقویت بکنیم، فضایی که در فیلمنامه هست، یعنی ما هم کمک بکنیم در قاب بندی و در نور پردازی. مخاطبای ما از نظر یک فیلم برداری که چند سال داره کار میکنه که جوایز گرفته، اگه بخواییم معرفی کنیم که تو بخش فیلم برداری یک چیز جدیدی ارائه کرده تو دنیا. بهترین فیلم دنیا. آره نه نیست، خیلی هم حضور ذهن دقیقی ندارم واقعا، ولی شاید مجموعه کارهای آقای لوبسکی رو ببینن. به هر حال براتون آرزوی سلامتی و روشنایی و شادمانی دارم. ضمناً شب یلداتون هم مبارک باشه. صحنه زنی، دومین فیلم علیرضا صمدی که کلی از فیلم قبلیش متفاوت و جلوتر بود. همین اول کار بهتون بگم که توی این قسمت نه اسپویل داریم و نه تحلیل و فقط میخوام حس و حالم از دیدن این فیلم رو براتون بگم. فیلم سکانس درگیر کننده کم نداره و تصویرها و رنگ و لعابش به فضا نزدیک شد. اگه بخوام توی تک جمله فیلم رو بهتون معرفی کنم، باید بگم سقوط انسانیت در برابر آسیب‌های اجتماعی. همچنان تو سینمای ایران ضعف یه سوم میانی دیده میشه، اما فیلمساز تو نمایش قدم به قدم اتفاق خوب عمل کرده و مخاطبش رو کامل درگیر جریان اصلی میکنه. و جالبه که بدونید پایان بندی به یه سکانس محدود نمیشه و چند تا سکانس آخر ما دائم فکر میکنیم که به پایان داریم نزدیک میشیم، اما باز میزنه به یه سکانس دیگه و سرگذشت یک انسان یا یک کاراکتر دیگه ای رو به ما هم نشون میده. در کل فیلم سرگرم کننده ایه که 2 ساعت وقت تو میگیره و توصیه میشه که زیر 15 سال فیلمو نبینه و فکر میکنم 7 نمره‌ای که میتونم به این فیلم بدم. دمتون گرم، مثل همیشه از ما حمایت کنید. خیلی مخلصیم. حالا ببینیم.